امروز میخواییم داستان زنی رو براتون تعریف کنیم که از اونجایی که قبلا با یه گروه خلافکار کار کرده و زمانی که فهمیده اونا تو کار قاچاق بچه هستن فوراً رفته لوشون داده و حالا افراد اون گروه دنبال کشتن دخترش هستن، اما اون برای حفاظت از دخترش دست به هر کاری میزنه. به کانال فیلم استوری خوش اومدیم. امروز میپردازیم به داستان فیلم The Mother. در ابتدای داستان توی خونه متعلق به FBI مأموری به نام ویلیام رو میبینیم که به همراه همکاراش داره از زنی به نام جنیفر راجب دوتا خلافکار به نامهای هکتور و آدریان بازجویی میکنه. اینجا جنیفر به اون مأمورا میگه آدمایی که من براشون کار کردم یه عده حرومزاده هستن و هر لحظه ممکنه بیان سراغمون، اما طولی نمیکشه که همین اتفاق میفته و بعد اینکه یه تک‌تیرانداز چند تا از نیروهای FBI رو میکشه، افراد اون خلافکارا وارد اون خونه میشن و میزنن ویلیام رو زخمی میکنن. بعد از این اتفاق جنی بعد برداشتن اسلحه ویلیام میبرتش تو آشپزخونه و زخمش رو میبنده و بعدش تو حموم با استفاده از یه سری مواد شیمیایی یه پمپ دستی درست میکنه. یکم بعد مردی به نام آدریان میاد اونجا و جنی فوراً به دستش شلیک میکنه، اما اینجا ما میفهمیم که جنی حامل است، ولی خب اون آدریان لاشی به شکمش چاقو میزنه که یه دفعه روز بعد بچه جنی به دنیا میاد و بعدش که خودش حالش بهتر میشه مامورای FBI میان پیشش و بهش میگن تو نباید کنار بچت باشی چون آدریان و هکتور دنبالتن، پس ما اونو به یه خانواده نرمال میسپاریم و ترتیبی میدیم که تو هم بری و یه جایی گم و گور بشی. خلاصه جنی قبل از قبول کردن این شرایط میره به ملاقات ویلیام و بهش میگه من به شرطی بچه‌مو واگذار میکنم که تو مراقبش باشی و همیشه هم ازش بهم خبر بدی. چند روز بعد جنیفر به یه جای دورافتاده و سرسیر میره و اونجا از مردی به نام جان یه کلبه جنگلی اجاره میکنه و برای مدت 12 سال همونجا به زندگیش ادامه میده تا اینکه یه روز از طرف ویلیام یه نامه دریافت میکنه که نشون میده جون دخترش تو خطره. جنی بعد فهمیدن این موضوع فوراً خودشو میرسونه پیش ویلیام و اینجا ویلیام بهش میگه ما اطلاعاتی به دست آوردیم که نشون میده اونا جای دخترت زویی رو پیدا کردن و هر لحظه ممکنه برای به دست آوردن تو بیان سراغش. روز بعد جنی دخترش زویی رو جلو مدرسهش میبینه که میره تو بغل مادرخوندهش و میبینیم که اون دائما جلو خونهشون مراقبشه تا اینکه یه روز توی پارک جنگلی جنی میفهمه که یه سری آدم میخوان دخترش رو بدزدن و به خاطر همین از دور بهشون شلیک میکنه. اون موفق میشه چند تا از اون لاشیا رو بکشه، اما آخر سر یکیشون با زخمی کردن مادرخونده زویی اونو با خودش میبره و از اونجا فرار میکنه و یه نفر رو هم میفرسته سراغ جنی. اون یارو سعی میکنه جنیفر رو بکشه، اما اون موفق میشه از کف پوسیده یه ماشین بره داخل و بعد روشن کردنش بزنه پدر اون کچل رو بذاره تو کونش و از اونجا بره. تو همین لحظه پلیسا میرسن اونجا و جنیفر موفق میشه از اونجا فرار کنه، اما تو مسیر ویلیام سوارش میکنه. اینجا اونا میفهمن که دزدیده شدن زویی کار هکتور بوده و به خاطر همین مجبور میشن به عنوان زن و شوهر برن کوبا تا مخفیگاهش رو پیدا کنن. اونا اونجا بعد شناسایی یکی از آدمای اصلی که تو دزدیده شدن زویی نقش داشت سعی میکنن بگیرنش، اما اون از دستشون فرار میکنه تا اینکه جنی موفق میشه بعد یه تعقیب و گریز اساسی دستگیرش کنه. اون بعدش با مشت و لگد میفته به جون طرف و بعد اینکه موفق میشه لوکیشن مخفیگاه هکتور رو از زیر زبونش بکشه بیرون میزنه دخلشو میاره. بعدش اون شب ویلیام از جنی میپرسه که چطوری افتادی تو این دردسر. اونم میگه بدبختیای من از زمانی که تو افغانستان سرباز بودم شروع شد، چون اونجا آدریان مسئول انتخاب تک‌تیرانداز بود و بعد دیدن استعداد من انتخابم کرد. اون میگه تو این مدت من فهمیدم که آدریان تو کار قاچاق اسلحه هست و به خاطر همین ازش جدا شدم و برای 18 ماه واسه خدمت رفتم گوانتانامو تا اینکه اونجا با هکتور آشنا شدم و فهمیدم اونم تو کار اسلحه هست و این بار تصمیم گرفتم که وارد این کار بشم میشم و تو این مسیر عین رابطه قبلیم با آدریان دونه دونه ای هم به هکتور میدادم تا اینکه حامله شدم. جنیفر بعدش میگه همه چی خوب بود تا اینکه یه روز فهمیدم اون لاشیا تو کار قاچاق بچه هستن و به خاطر همین فوراً با FBI تماس گرفتم. اینجا ویلیام از جنی میپرسه که پدر بچت کیه؟ اونم میگه زویی فقط بچه منه و هیچ پدری نداره. خلاصه همون شب اونا میرن سراغ مخفیگاه هکتور و بعد اینکه جنیفر میپره پشت قناسه‌اش میزنه چند تا از آدمای هکتور رو کله پا میکنه و بعد اینکه وارد اون ساختمون میشه موفق میشه دخترش رو پیدا کنه. اون زویی رو میسپاره به ویلیام تا خودش بره سراغ هکتور، اما میبینیم که هکتور توی اتاق پر از سلاح اسلحه‌شو میگیره سمت جنی و شروع میکنه به تعریف کردن از باستن جنیفر تا اینکه جنی با یه روش فوق حرفه‌ای میگیره جرش میده. روز بعد توی فرودگاه در حالی که ویلیام به زویی گفته که جنی مادرشه، همگی با هم برمیگردن به آمریکا و بعدش جنیفر بدون اینکه اعتراف کنه که زویی دخترشه میاد و ازش خدافیزی میکنه و بعدش هم از اونجا میره. بعدش صبح که میشه در حالی که ویلیام داره زویی رو برمیگردونه خونه، توی جاده ماشین عمدن باهاشون برخورد میکنه و بعدش آدمای آدریان میان اونجا و جفتشون رو میگیرن تا اینکه زن گنگستر داستان جنیفر از راه میرسه. بعد از این اتفاق جنی زویی رو میبره توی رستوران و بعدش بهش توضیح میده که باید یه مدت پیشش بمونه تا بتونه امنیتش رو تامین کنه و به خاطر همین بعد خریدن یه وانت این موضوع رو به مادرخونده زویی هم میگه و بهش قول میده که زویی رو صحیح و سالم برگردونه پیشش. اون بعدش زویی رو میبره به همون کلبه‌ای که 12 سال توش زندگی کرده بود و اونجا توی مدت طولانی به زویی رانندگی، تیراندازی و نحوه مراقبت از خودش آموزش میده تا اینکه یه روز یه توله گرگ دست زویی رو گاز میگیره و جنی هم مجبور میشه ببرتش درمانگاه. اینجا جنی میفهمه که کارمندای درمانگاه اسم زویی رو تو سیستم ثبت کردن و به خاطر همین اونو میسپاره دست جان و خودش تو کلبش آماده میشه، چون میدونه که به زودی افراد آدریان میان سراغشون. یکی دو روز بعد آدریان و افرادش میرسن اونجا و بعد اینکه جان راپورتشون رو به جنیفر میده میبینیم که زویی نمیتونه آروم بمونه و به خاطر همین بعد برداشتن یه وانت میره سمت کلبه مادرش. همزمان افراد آدریان میرسن نزدیک کلبه جنی، اما از اون طرف یکی از افرادشون میره روی یکی از مینایی که جنی قبلا تو جنگل کار گذاشته و بعدش هم میبینیم که اون موفق میشه دخل یکی دیگه‌شون رو بیاره. بعدش آدریان یه بمب رو میبنده به یه اسنوموبیل تا بفرستتش تو کلبه جنی و دخل زویی رو بیاره، اما بعدش بهش خبر میدن که یه دختر بچه داره با یه وانت به سمتشون میاد که یه دفعه جنی زویی رو از اونجا فراری میده و بعد کشتن یه تعداد از اون آدما با هم میرن بالای یه درخت تا جنی با قناسش از اون لاشیا پذیرایی کنه. اما تو همین لحظه آدریان تو بیسیم به جنی میگه یا بیا پیشم یا دخترمون رو جلو چشات میکشم. جنی هم از زویی میخواد که هر اتفاقی که افتاد از اونجا فرار کنه و بعدش خودش میره سمت آدریان و اون تصمیم میگیره با جنی وارد نبرد تن به تن بشه، اما همزمان میبینیم که زویی رفته پشت قناسه مادر مادرش و آدریان هم بعد فهمیدن این موضوع جنی رو سپر خودش میکنه و از زویی میخواد که به جفتشون شلیک کنه. اینجا ما میفهمیم که یکم پیش زویی از اون درخت اومده پایین و بعدش با یه اسلحه مشقی از پشت به آدریان شلیک میکنه، اما این کارش باعث میشه جنی از بلندی پرت بشه پایین و آدریان هم موفق میشه زویی رو بگیره. یکم بعد جنی به هوش میاد و بعد اینکه میفهمه دست چپش بدجوری شکسته، سعی میکنه به آدریان شلیک کنه که زویی رو با خودش نبره، اما بعد چند تا شلیک فکر میکنه که تیرش به هدف نخورده. اما ما میفهمیم که اون موفق شده اون آدریان لاشی رو هدف قرار بده و بعدش هم زویی برمیگرده پیشش. آخر داستان هم میبینیم که جنی زویی رو برمیگردونه پیش مادر خوندش و به خاطر نزدیک بودن به دخترش اطراف محل زندگیشون یه خونه میگیره تا بتونه همیشه هواشو داشته باشه. برای دانلود این فیلم میتونید به کانال تلگرام ما که لینکش رو براتون پایین صفحه و داخل دیسکریپشن نوشتیم مراجعه کنید.